سلام به دوستان عزیز امتحان گوبرنما آلمانی مپس گفاق لغه 130 تا سوال کار کردیم از مجموع 176 سوال همونطور که گفتم ما گوبرنما رو به صورت مپس کار میکنیم که تمامش در پلیلیست قرار داده شده میتونید مراجعه کنید و بخونید اینجا پرسیده این ده اینن این, این لند ماشینه از روبروتون در یک دمدمای در موقع که هوا گرگو میشه یه ماشین کشاورزی که چراغش هم روشنه داره رو به روتون میاد مر... ومیت موسن زیغشتن هزابی چه چیز رو باید کنید هر سه گذینه درسته دی بقایت در سوگ ماشین ایست خود در در نیشت میگه عرض اون ماشین علا رقم این که چراغش هم روشنه همیشه قابل تشخیص نیست این شاید بزرگتر باشه دی سوگ ماشین کن سپای به قید انهنگا میگه احتمالی هست که اون ماشین کشنده که داره میاد منظور های ماشین کشاورزیه شاید دوتا انهنگایی که پشت سرش وصلی که از خودش پهتر است و داره با خودش میکشه هوا گرگو میشه خب دید کم تره دید ماشین کن این به قید شلشت اکم باقیس میگه این ماشین کشنده میتونه یک دقیقه ماشینالات کار ماشینات کشاورزی رو که سخت قابل تشخیص هستن و خیلی عریض و پهن هستن رو دنبال خودش بکش همین احتمالات هست was müssen sie beachten bevor sie in einen tunnel einfahren میگه حساب چه چیزی رو باید بکنید وقتی که داخل یک تونل میخواد برونید nebel einschalten چراغ مه شکن روشن کنید که لزومی نداره auch am tag in gut beleuchteten tunnel mit ablendlich fahren میگه حتی در روز حتی تونل نور, نور خیلی خوبی داره یعنی نور،, نور, پردازی داره حالا دقیقه پر نور هستش با این حال هم باستی با چراغای نور پایین برونید زونن بقیل اب نمین اینک دودیتون هم اینک آفتابیتون بردارید موقعی که وارد تونل میشید وی موسن زیزش با این این تونل فهالده میگه اگه تو یک ترافیکی تو تونل در از کردین چجوری بر رفتار بکنید گذارم بشه فالس اکزیشن اون گند فلاسن اتومبیل رو جای امن بذارید یا و سریعا اونجا رو ترک کنید که اشتباه از وارن بلیک این چالت اون ف... چار فلاش چار رو بزنید بای شتیلشتند شتند می سیرکا فونف متر زیش هایز اپشتند سوم فودا انهالتن میگه به موقعی که دیگه همه چی متوقف شده یعنی توی حالت سکون اومده همه متوقف شدن تقریبا پنج متر باید با سی زیر شاهد افشان فاصله ای ایمن با ماشین جلویتون رو حفظ بکنید و دوش کن دی آفمکزام کهید بای آینا تونل دوش فاید به این تخشتکت وردن میگه از چه طریقی میتونه در از اون حواس جمعی شما و بله در از همون اینکه حواستون جمع باشه آف مکزام داشته باشید در داخل تونل تحت تاثیر قرار بگیره و کم بشه گذنم تونل لنگ طولانی بودن اون طول تونل هستش موقع تونل خیلی طولانی میشه خب بادم اون حواس جمعیش و اون حواس در از آگاهی که داری ذره کمتر میشه گوت فابان گوت میگه اینکه اگه تونل خیلی خوب خط کشی شده باشه حواس پرت میشه که باز لشون رفلکسیون، میگه احتمال داره که نور ماشین های رو به رو که میان بازتابش داشته باشه رفلکت داشته باشه به شما یعنی بخوره به فرض به زمین یا در و دیوار و تو چش شما برگرده احتمالش هست تونل و میگه ما که داخل تونل میرید به چه چیزی وی دقت کرد ابلنکون دوش لیشت افکته به اون تاثیر نوری که تو تونل هست احتمال داره حواس پرتی وجود بیاد ابلنکون دوش سر شتارک گقویشه احتمال به دلیل سر و, سی... سر و صدای خیلی زیادی که تو تونل ایجاد میشه به دلیل فضای بس حواستون پرت بشه هین وایس اوف سیکرهایتس وی نوت و نوت تلفون. میگه بسی همیشه به اون اطلاعاتی که مشخص کردن در ایمنی هستش مثل خروجی های استراری و یا تلفن استراری باید دقت کرد بلچه گوند لگندن فهالتنز غیگل موسن زیم تونل بخدند میگه به چه قوانین در از قوانین ای باید شما در تونل هستید بهش دقت کنید نیشت بندن یعنی دور زدن ممنوع تو تونل انوائزونگن و انفرماتیونن تونل پرزونالز فولگ لایسن میگه اگر در از اونایی که بعضی جا هستن که یه عده مسئول یه تونل هستن یا آدمایی هستن که برای حالا اون جاده سازی هستن اگر اونا بودن به راه نمایی ها و اختیاری که میدن واسه در از دقت بکنید و اونا رو پیروی بکنید اوخ هم تاگ ام تاگ تونل میت میگه حتی در روز موقع تو تونل هم خوب نور داشته باشم با با این حال با چراغای نور پایینتون برونید خب یه ویدیو سرعت پنجاه تاست و سرعت سی تاست راه نمو زدیم دست چپ که بپیچیم خب اون ماشینم اومد یا آور پیادم اونوره ما در ام... یک پلیلیس جداگونه نمونه امتحان عملی گواهی نامرم تو کانال گذاشتیم میتونید مراجعه کنید و برای امتحان تو شهری مطمئن به کارتون میاد خب اینجا به سال بوسن چرا باز اینجا وایسید به دلیل این ترانسپورت ها و فوسکنگ که اون دست خیابون داره میره بازی توقف بکنید سوال بعد باز هم ویدیو ویدیو ها رو ما همه رو در در, در از کل سوالات ویدیویی رو ما پشت سر هم یه بار کار کردیم چون مربوط به گفاق لقه هست در اینجا تکرار شده و ضرری هم نداره چون هم یادآوری میشه برای شما آپدیت خب اینا دیگه ماشین دور زد حالا داره دند عقب میگیره که میخواد لابا دور کامل بزنه چجوری رفتار میکنید الان فتسوگان اون به قمز بقید زنید سرعتتون رو یه ذره کم میکنید تاخیر میندازید تو حرکت و آماده ترمزگیری هستید چرا چون آبیه سر, سر ماشین رو برد این سمت راست شما و حالا دند میخواد بگیره چون میخواد دور کامل بزنه گزینه خام نوشته سمت چپ خودتون رو متمایل میکنید خواهر روبرو داره موتور میاد نمیشه و لایش مسیر وایت به معنی که بدونش تغییر به مسیرتون ادامه میدید که درست نیست خب اینجا میگه میخوایم ببینیم دست راست شروع بر رفتار بکنیم خب تو امتحان تو نمونه امتحان عملی گفتم هم براتون توضیح دادم تو اون ویدیو موقعی که میخوان ببینید دست راست حتما باید نگاه کنید از دست راست دوچرخه و یا آبری نخواد اگه دوچرخه و یا آبری بود اونا حق تقدم دارن خب پس گزینه درستی نه فقط دوش فرگن لسن اجازه بدین که دوش اخذ بار رد شه شول تبلیک دوش بگن شول تا بلیک حتما باید بگن یعنی سرتون رو بر میگردونی تنها به دیدن تو آینه وسط یا آینه دست راست اکتفا نمیکنین این تو امتحان هم خیلی مهمه تو امتحان عملی گذنه هم نمیشه قبل از دو چرق سوار که اشتباه است خب اینجا بس حساب چه چیزی رو بکنین هر گزینه درسته میگه موتوریه میتونه به سمت چپ متمایل شه خب که گزینه احتمالش هست گزینه دوم آدمی که کنار این ترانسپورت احتمالش هستش که بیاد تو جاده دوباره یعنی برگرد عقبتر تو مسیر شما قرار بگیری و احتمالش رو بدید آبرین پیاده که وای میتونن از جلوی اون ترانسپورت که هست از خیابون گذر بکنه یعنی احتمال اینو بدید که اون پشت شاید آدمی باشه که میخواد در خیابون گذر کنه در صورت در اینجور مواقع خیلی باسی با احتیاط برونید بسیار خوب دوستان امیدوارم لذت برده باشین از این ویدیو تا ویدیوی بعد بدرود